طراحی نقاشی و من از 10 سالگی سعی کردم حرفه‌ای شروع کنم، با کار کلاسیک شروع کردم، بعدش هم یه دانشگاه و برای مسائل، یعنی پایه طراحی شروع کردم تا نقاشی کلاسیک یه 4 سالی کار کردم. بعد از اون یعنی در واقع از 15-16 سالگیم دیگه حرفه‌ای شروع کردم کار کردن و من تتو کار میکنم. تتو رو هم جز آرت میدونم، اما تمام تمرکزم روی تتو نیست. این کار برای من صرفا یه تکنیکه، یعنی اینجا قرار نیست من بیان شخصی خودم رو نشون بدم، این صرفا یه چیزیه که طبق نظر اون کارگردان گفته شده باید انجام بشه. و تو جایی که زندگی میکردم دغدغه ها و دردای اون آدم ها برای من خیلی قابل توجه بود. خاطرات مصور مربوط به یه دوره 2 ساله‌ای میشه که من توی انزلی زندگی میکردم. بین سفرهام یه 2 سالی رو توی انزلی برگشتم به شهر خودم زندگی کردم. توی اون 2 سال یک قهوه خونه‌ای بود و من و دوستام دور هم جمع میشدیم و من هر شب با چای و روان نویس پشت یک سری از این پاکت سیگارها از داستانهایی که مردم محلی، صیادا و بازاریایی که آخر شب می اومدن قهوه خونه برای چای خوردن می نشستن، خاطرات مصور هر ساعتی که من توی اون قهوه خونه نشستم و چای خوردم و حرفهای دیگرون رو شنیدم و تأثیرش شده اون نقاشی ها. در واقع اسم این دوره از کارهای من اسمش از تمام قهوه خانه های من. من علی باغبان هستم، به عنوان طراح نقاش و مجسمه ساز عموما فعالیت میکنم. گرایش خودم اکسپرسیونیست هست، ولی خب الان بیشتر روی تلفیق فضاهای گرافیکی با نقاشی خیلی تمرکز کردم. پروژه شاهنامه در واقع راجب تازیانه بهرام هست. کار مال چند سال پیشه، البته 3-4 سالی روی اون کار من تمرکز داشتم. تعداد صفحات نقاشی شده زیاد نیست، ولی تا به اون مرحله‌ای برسه که من رو راضی کنه خیلی سخت. یه چالش بزرگ داشتم با خودم، چون ما عموماً شاهنامه رو تصورش، تصویرگری شاهنامه توی ذهن عمومی مردم ایران به این شکله که رستم رو با ریش دو شاخ میبینن و دیو سفید پوستش رو سر رستم و چه میدونن بازوبندی داره. خب طبق گفتار فردوسی اگه در زین اسب فلان سردار یه برقی بزنه، تو گفتار فردوسی هست و بیننده احتیاج به دیدن این نداره. حالا نوع نگارگری که توی یا اون سبکای مختلفی که برای تصویرگری شاهنامه استفاده کردن، خب تو دوره خودش به اون شکل بوده. من برای اینکه به اینجا برسم یه دوره سختی رو گذروندم با خودم و به خودم میگفتم که خب خواننده داره این داستان رو از زبان فردوسی میشنوه و تصاویر ذهنیش اونقدر کامله که احتیاجی نداره دیگه من گیو رو بهش نشون بدم که مثلا
فلان لباس رو پوشیده، یا مثلا بهرام شیروژن رو براش یک صورت قهرمانانه براش ایجاد کنم، بذارم خواننده من قهرمانی رو تصور میکنه تو ذهنیتش همون شکلی بمونه و من فقط بهش کمک کنم تا این تصور قوی بشه. شما چه حقی تو به من احانت میکنیم؟ بعد که بهتون احانتی کنم بلا که چی؟ خیال میکنین از تو میترسم؟ که انجام میدادن مختلف بود به این شکل. برفرض یکی از دوستان من میگفت که من دارم یک نمایشی رو راه میندازم و احتیاج به طراحی دکور دارم. من کارم این بود که دکورش رو براش انجام بدم، یا اینکه یک پروژه‌ای رو تو یک مناقصه برنده میشدیم و میرفتم برای انجام پروژه، حالا مجسمه‌ای بوده، مجسمه شهری بوده، یا نقاشی دیواری بوده، در واقع دکوراسیون شهری یکی از فعالیت‌های من بود توی ایران. نقاشی‌های شخصی خودم رو داشتم، یه دوره تصویرگری کار کردم، تصویرگری همیشه همراه نقاشی‌های من بوده، یعنی هم تصویرگری می‌کردم هم نقاشی می‌کردم. در کنارش توی کارهای عامل منفعه شرکت میکردم، یعنی جشنواره نقاشی کودکان برگزار میکردیم. وقتی یه بچه میخنده تو دلم هزار تا پرنده میخونن با ساز و تنبک، کاش بچه همیشه بخنده، کاش بچه همیشه بخنده. خبر میدن از پشت اون کو خورشید خانوم قدش بلنده، صورتش زرده ولی یهو قرمز میشه وقتی میخنده، قرمز میشه وقتی میخنده. توی ایران فضا رو، فضای ارائه نقاشی رو، چون حس میکردم که مردم عادی به دیدن نمایشگاه و گالری ها نمیرن، به خاطر همین کاری که شهین بارور رو میکرد دوست داشتم ادامه بدم و یکی دو مرتبه این کار رو هم کردم. این بود که وقتی مردم به نمایشگاه نمیرن نقاش بره بین مردم. شهین باربر یکی از پرکارترین نقاشای بندر انزلی بود که با معلولیت جسمی که داشت به شدت کار میکرد و کارهاش فوق العاده پر احساس و خودش انسان جسوری بود توی کارهاش. اکثر نقاشای ایران برای ارائه کارهاشون دچار فقر مالی هستن و همیشه دغدغه مالی دارن برای ارائه اثر. این خیلی بهشون ضربه میزنه و از طرفی دولت حمایتی نمیکنه. با گالری دارها هم از طریق واسطه و آشناهای مختلف میتونی وارد کار بشی، طریق معرفی و استاد یا فلان گالری دار. دولت حمایت میکنه توی ایران، ولی چیزی که خودش سفارش میده اینکه شما باید از یک سری که در واقع درهای عبور کنید و توی هر کدوم از این اتاقک ها و درهایی که ازش عبور میکنید یه تعداد از تابلوهای شما کسر میشه و یه تعداد از آثار شما سانسور میشه. خب این خیلی افتضاحه. شما میخواید کارتون رو کامل ارائه بدید و اون چیز رو درک و دریافت خودتون و تجربه و نوع زندگی خودتون رو ارائه بدید. عموماً خیلی از نقاشا توی ایران دچار این قضیه میشن که به خاطر اینکه دچار سانسور نشن خودشون ناخودآگاه خودشون رو و کارشون رو سانسور میکنن. الان در حال حاضر نقاشی ایران خیلی کشیده شده به سمت انتزاعی، انتزاع محض. دو سال توی روسیه بودم. هنر فکر میکنم یکی از بخش‌های اصلی زندگی مردم روسیه است، یعنی ارتباط مستقیم با زندگی مردم داره. مردم رو ادبیات خودشون تسلط دارن. تو هر خونه روسی که وارد میشی کتابخونه‌ای هست که توش ادبیات طلایی روسیه هست
و من عموما با کسایی مواجه می‌شدم که حتی کتابای ما رو هم خونده بودن و خیام رو خیلی خوب می‌شناختن. نقاش‌های خودشون رو می‌شناسن، مجسمه‌سازهای خودشون رو می‌شناسن. و مقام هنرمند مقام بالاییه. در صورتی که توی ایران این اتفاق نمی‌افته. شما عموما فقیرترین قشر اجتماعی و عموما چون همیشه توی اتاق خودت مخفی میشی با کارهات، دچار یک سرخوردگی میشی که هیچ وقت نمیتونی ایدهات رو بیان کنی و کارهات رو نشون بدی و ببینی اصلا بازخورد کاری که داری میکنی چی هست. وقتی به مردم نگاه میکنم، وقتی باهاشون زندگی میکنم، وقتی تو خیابون راه میرم و احتیاج ندارم روزنامه بخونم بدونم تو ایران چه خبره، وقتی مشکلات زندگی رو میبینم، روزمرگی ها رو میبینم، دغدغه من این هاست. این که بخوام فتوایی صادر کنم با کارم یا همچه قصدی ندارم. جایی که من به دنیا اومدم بندر انزلیه، ولی تقریبا میشه گفت بالای 10 سال هست که من توی اون شهر زندگی نمی کنم. به خاطر کار کردن، درآمد داشتن و کار هنری کردن توی شهرهای مختلفی سفر کردم و مدت‌های 1 سال، 6 ماه یا مدت‌های طولانی‌تر جاهای مختلفی بودم. زمانی که بعد از 8 سال از ایران خارج شدم برای اولین بار، رفتم روسیه، وقتی به پشت سرم نگاه می‌کردم می‌گفتم علی باغبان تو 8 سال گم کردی. از فضای ایران خارج شده بودم و میتونستم با آزادی بیشتری بدون هیچ سانسوری کار کنم. این برام لذت بخش بود. بعد از اینکه از روسیه برگشتم ایران، 1 سال دیگه توی ایران زندگی کردم و بعد واقعا همه چیز برای من غیر قابل تحمل. فضای ارائه کار نبود و فضای ایجاد ایده های جدید نبود. همیشه یه ترس هایی هست که شما رو توی خونت نگه میداره و فکر میکنم اینجا شروع خوبی باید داشته باشم. مخصوصا الان دارم روی پروژه کار میکنم، مربوط میشه به استانداردها و آدمها. این روزها برای هر چیزی یک برندی هست و یک استانداردی قائل میشن. انسان ها دارن تبدیل میشن به علائم، شماره ها و چیزهایی از این دست که عموما وقتی من با یک نفر میخوام تماسی داشته باشم و مشخصات اون آدم رو ببینم، اون آدم رو با 4 تا کلمه سرچ میکنم و فکر میکنم که با اون 4 تا کلمه این که سرچ کردم تمام اون آدم رو شناختم و هویت آدم ها این نیست. من الان توی یه کمپ پناهنده ها زندگی میکنم. اینجا 6 نفر توی یک اتاق زندگی میکنیم و مسلماً توی یه اتاق 6x4 برای 6 نفر فضای خیلی کمی هست، چه برسه اونها بخوان تحمل کنن این قضیه رو که من یه بوم نقاشی هم بذارم و شروع کنم به نقاشی کشیدن، که همچین چیزی غیر ممکنه و تو هیچ تمرکزی نمیتونی داشته باشی قاعدتاً نسبت به کارهات، نسبت به فعالیت‌های روزمره‌ت. حتی خب درگیری من سر مسئله یاد گرفتن زبان هست که روزی چند ساعت رو وقت می‌ذارم برای خودم، می‌شینم زبان تمرین می‌کنم. ولی وقتی همه دارن دور و برت شلوغ می‌کنن، شما هیچ تمرکزی نداری در واقع بتونی کارتو انجام بدی و چیزهایی که میخونی و به خاطر بسپری و ازش استفاده کنی. وقتی من به خیلی ها نگاه میکنم که 2 یا 3 یا 10 سال اینجا موندن و هنوز اقامت نگرفتن، به خودم یک چیزی رو میگم و به این اونم اینه که من وقت برای از دست دادن ندارم.